اینجا دونباس در شرق اوکراین جایی که حالا روسیه برای تسلط بر آن تمرکز کرده پلیس اوکراین میگوید همچنان عده زیادی از مردم در شهرها و روستاهای این منطقه گرفتارند بسیاری بدون آب و غذا و دارو این نیروها روستا به روستا می روند و به مردم باقی مانده کمک می رسانند. اینجا مارینکا در دونتسک. پیش از حمله روسیه 17000 هزار نفر اینجا زندگی می کردند. حالا حدود 700 نفر در زیرزمین ها، بیمارستان ها و مدارس مخروبه زندگی می کنند. این زن می گوید 52 روز است که در این وضعیت بدون برق زندگی می کنند. او توصیه پلیس برای ترک خانه اش را نمی پذیرد. کجا برود. می خواهد در وطن خودش زندگی کند. اینجا لیسیچانسک، حمله موشکی روسیه به یک مرکز فرهنگی. این امداد رسانان با دست خالی تلاش می کنند بازماندگان احتمالی را نجات بدهند. مردم می گویند چهل نفر آنجا پناه گرفته بودند. لیسیچانسک همسایه سیورودونسک است. شهری که حالا روسیه بر بیشتر مناطق آن مسلط شده. هرچند ادهی از نیروهای اوکراینی همچنان برای بازپسگیری این مناطق مقاومت می کنند. در کیف پایتخت رئیس جمهوری اوکراین دو روز پیش میهمان داشت. رهبران فرانسه، آلمان، و رومانی. دیداری کوتاه اما به گفته ولادیمیر زلنسکی شجاعانه که به نظر برای اوکراین سودمند هم بوده. روز بعد از این دیدار کمیسیون اروپا از پیشنهاد نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت کرد. گامی مهم در مسیر عضویت این کشور در این اتحادیه. ما یک پیام روشن داریم. Yes. بله. اوکراین شایستگی پیوستن به اتحادیه اروپا رو داره. از اوکراین بعد به عنوان کشور نامزد استقبال کرد. این به خاطر اینه که کارهای خوبی از سوی این کشور صورت گرفته، اما کارهای مهم همچنان باقی مونده. تمام این روند بر اساس شایستگی پیش میره. برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا همچنان 27 عضو این اتحادیه باید با این درخواست موافقت کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین حمایت ها بیشتر شده اما هنوز برخی از کشورها مثل هلند و اتریش با سرعت بخشیدن به روند عضویت اوکراین موافق نیستند به گفته رئیس کمیسیون اروپا تأیید وضعیت نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا به این معناست که این کشور باید در آینده اصلاحات قابل توجهی انجام بدهد از جمله تغییر در روند دادرسی و اصلاحات غذایی با هدف از بین بردن فساد و همینطور قطع نفوذ اولیگارش های قدرتمند این کشور در ساختار قدرت. مهدی بیگی، رادیو فردا.